اواخر اسفند ماه 99 مجلس طرحی بحث برانگیز را تصویب کرد. این طرح که به نام جوانی جمعیت و تعالی خانواده نامگذاری شده، همونطور که از نامش پیداست بر افزایش جمعیت کشور متمرکز است و البته بندهایی از آن منتقدانی جدی دارد. یکی از این بخش ها ماده 56 طرح است که طبق آن باید در قانون سخت درمانی تغییراتی اعمال شود. طبق این ماده در طرح جوانی جمعیت پزشکی قانونی باید دستورالعمل اجرایی سخت را در شورای شامل رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه مجتهد در فقه پزشکی، سه متخصص مرتبط، یک متخصص پزشکی قانونی، یک قاضی و یک نماینده از کمیسیون بهداشت مجلس تدوین کند. طبق این طرح، مصوبات با اکثریت آرا و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه لازم الاجراست. این در حالی است که طبق قانون سال 84 در صورت مهرس شدن ابتلای جنین به بیماری های ژنتیکی که منجر به عسر و حرج والدین می شود با نظر سه پزشک متخصص و پس از تایید رسمی پزشکی قانونی اجازه سخت درمانی صادر می شود تا کنون چند انجمن پزشکی و حتی وزیر بهداشت هم به این طرح وکنش های منفی نشان دادند مثل انجمن های علمی گروه پزشکی ایران که با ارسال نامه به اعضای شورای نگهبان و مجلس خواستار اصلاحان شدند. سعید نمکی وزیر بهداشت هم گفته است که این طرح در چند ماده مقایره با سیاست های کلی نظام و اصول قانون اساسی کشور است. منظور او مواد 47 50 51 52 و 53 است که طبق آنها تایید دستورالعمل‌های بهداشتی و درمانی و مربوط به سلامت جنین از حوزه صلاحیت وزارت بهداشت خارج شده و از طرف دیگر به حوزه های بسیار تخصصی پزشکی ورود کرده. او گفته این موارد با نظر رهبری در بند یک هفت از سیاست های کلی سلامت هم مغایر است. انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران هم در واکنش به مواد مطرح شده در این طرح گفته است که قربالگری سلامت جنین بعد از به دست آمدن احتمال وجود بیماری ژنتیکی در تست های قربالگری بدون هیچ اجباری و پس از ارائه مشاوره صورت میگیرد تکنیک های تشخیصی مثل آمنیو سنتز یا نمونه گیری از پرس های کوریونی هم کاملا دقیق هستند و پس از تایید سه متخصص و پزشکی قانونی اجازه سخت جنین داده می شود. حتی در این مرحله هم هیچ اجباری به والدین برای سخت تحمیل نمی شود. اما دفاع موافقانه تر این است که تا کنون تعداد زیادی سخت انجام شده که توجیه شرعی نداشته. برای مثال امیر حسین بانکی پورفرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت میگوید پزشکان میگویند ما طبق نظر شرع عمل میکنیم در حالی که نظر شرع را فقیه تعیین میکند نه پزشک در اندیکاسیون سخت فعلی 2300 مورد نوشته شده که برخی از آنها با فتوای فقها در تضاد است مثلا گفتند اگر تشخیص داده شود نوزادی ناشنوا به دنیا می آید می توانید او را سخت کنید در حالی که الان ناشنوای مادرزاد میتواند درمان شود. در واقع اعضای این کمیسیون تاکید میکنند که آنها با حذف قربالگری مخالف نیستند بلکه تر تصمیم دارد قربالگری جنین بر حسب ضرورت صورت گیرد. این طرح هفت سال پیش اعلام وصول شده و حالا در مجلس یازدهم قرار است دوباره بررسی شود.